اداره سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با نشر یک گزارش تازه میگوید که افغانستان درگیر یک جنگ خونین بوده و شمار تلفات نیروهای امنیتی که با طالبان و دیگر گروه های شورشی می جنگند با طور تکان دهنده ادامه دارد. در گزارش اداره سیگار آمده است که از تاریخ اول ماه جنوری الا 24 ماه فوریه سال 2017 807 سرباز نیروهای امنیتی افغان کشته شده اند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که آمار تلفات سربازان افغان تغییر پذیر است. تصمیم ما این هست که کوچکترین مشکل را از گناه هایی که شما گفتین در اردوی ملی باید ما باقی نگذاریم. به همین واسه است که رهبری وزارت دفاع و تمام قل اردوها و مؤسسات و ریاست هایی که است بیشتر از گذشته با مسئولیت در برابر همه مسائل برخورد میکنن. همچنان بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اداره سیگار، از اول ماه جنوری الا 12 ماه نوامبر سال 2016 6785 نیروی امنیتی افغان کشته و 11777 تن دیگر زخمی شده اند. گزارش تازه اداره سیگار در حال نشر می شود که گروه طالبان عملیات بهاریشان را 4 روز قبل آغاز کرده و گفتند که این عملیات شامل حملات گوناگون خواهد بود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که طالبان این عملیات را از خاک پاکستان اعلام کرده و گفته است که نگرانیش را در این مورد با هیئت پارلمانی پاکستان در میان گذاشته است. وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات به علیه کشور همسایه اعلان میشه، طبعا کشور همسایه توقع داره وقتی از رابط خوب، رابط نیک و همسایگی صحبت میکنیم. این نکته را ما تاکید کردیم که ما نمیگیم همه مشکلات ما ملامتیش بالای یک کشور ما پردیم، اما در این حال مسائل امنیتی مسائل بسیار اساسی است و یک نمونه‌ش است. بر اساس گزارش سیگار، فیصدی ساحات تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان و گروه‌های مختلف شورشی با شمول طالبان نیز افزایش یافته است. سیگار می‌گوید که نیروهای افغان در حال حاضر 59.7 درصد قلمرو افغانستان را در اختیار خود دارد، حالان که این فیصدی در ربع گذشته به 57.2 درصد می رسید. بر اساس این گزارش، فیصدی ساحات تحت اداره یا نفوذ گروه های مسلح مخالف از 10 به 11.1 درصد افزایش یافته است. سیگار در حال از افزایش این فیصدی خبر می دهد که با مستقر شدن 300 نیروی تازه نفس امریکایی در هلمند، جنرال جان تامسون، قماندان نیروهای امریکایی در افغانستان، از استقامت و استادگی نیروهای افغان در برابر گروه های مسلح مخالف اطمینان داده است. طالبان سال گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را به آزمون کشیدند، اما آنان به هیچ هدف خود نرسیدند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در جریان نبرد دشوار غالب شده و موفق بودند. سال سوم است که نیروهای افغان مسئولیت رهبری عملیات را داشته و با گذشت هر روز قوی تر می شوند. در این حال، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از بررسی تقویت نیروهایش در افغانستان خبر داده است. یان ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که وضعیت امنیتی دشوار افغانستان رهبران عضو ناتو را واداشته است تا روی افزایش شمار عساکر ناتو در آن کشور غور کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.